اونجا من چی گفتم و چه سندی رو ارائه کردم. و این مصاحبه رو قاسم اصلا مصاحبه نمی کرد، چون می دونست که باید بره کشته بشه، این مصاحبه کرد که حرفاشو زده باشه. آقای قاسم سلیمانی خودش مصاحبه کرد چند وقت پیش، جدا از اینکه ما حرفای رئیس موساد پخش کردیم، آقای یوسی کوهن، که گفت ما با قاسم سلیمانی کار نداریم، ولی قاسم سلیمانی خودش پس خودش مصاحبه کرد، گفت ما لبنان بودیم با مغنیه، اومدیم سوار ماشین بشیم دیدیم این پهباد اسرائیل ما رو نشونه رفته، یعنی بدلی نمیزنتشون. جنگ به سرعت تبدیل شد به یک جنگ کامل. واقع حزب الله یک اتاق عملیات داشت در قلب زاهیه، ستا پرواز میکردن و کنترل دقیق میکردن. یه شب، 11 شب، من و سید عماد آمدیم بیرون. این کار رو سر ما بود، یعنی هواپیمای بدون سرنشین اسرائیل. ماشین که رسید به ما، امکان متمرکز شد بر ماشین. ولی اینا هر کاری برای سر دنیا انگلیس میاره، اینا میگن کار روس انگلیس میاره، میگن کار اسرائیل بود، مرد بر اسرائیل، کار اسرائیل بود. آقا میبینن خودشون، میدونن که یهودی کش نبود، فقط با تازیان جنگید، فقط با تازیان جنگید، اصلا خواهان جنگ با اسرائیل نبود. اینو تمام مقامات بلندپای اسرائیلی میدونن. اینو من همون 10 سال پیش گفتم توی مصاحبه با خانم نجوا قاسم که از جان رفت. 4 ساعت پیش از یکی ایشونو بکشن، 4 ساعت. من با دوست نازنینم استاد کشیش رسول هیدری بودم، روی تلویزیونشون با من داشت مصاحبه میگرد، یه اونم چطور شد ایشون دلش خواست اسم قاسم سلیمانی رو بیاره، این کار خدا هست آورد. و ما اونجا مطرح کردیم، صحبت کردیم، و اونجا 4 ساعت قبل از اینکه قاسم رو گوشم من اینو گفتم، چون من مطمئن بودم اگه میذاشتن آقا باز آسیاب بیفته، این دولت روحانی زیاد فشار نمی آورد که باید تحویل بدیم، آقا تمام بدبختی ما از قاسم سلیمانی و فلان تو پارلمان مجلس تصویب کرده بودن دیگه، نبوی داره میگه آقا نبویان که اینو باید تحویلش بدیم، اگر این موارد نبود میزد همه آخوندها ترتیبش میداد. گفتم بهتون برید ببینید که رفته با سیستانی که با این درگیر بود توی عراق، نه به خاطر فلان اینا، چون آخوند قبول نداشت، او خامیر هم بهش چسبید که بتونه بره بالا، مثل تمام کسایی که رضا شاه هم همین کاره کرد، محمد رضا شاه هم همین کرد کرد اوائل که استعمار در سرزمین ما بود به اینا شد. ولی اگه میذاشتن که مرحله پیش بریم، که مرحله پیش رفت رضا شاه تونست کار بکنه، محمد رضا شاه تونست کار بکنه، جنایتکاران در سپاه پاسداران در تمامی ارگانهای حوزه‌ای فبا من نمیان مصباحی اسیر بزنن، اونایی که حکم و فتوای قتل ملت ایران من میدن، ولی کسی که رفته تو خارج از کشور صدام حسین رو و بعد نوچه‌های خطرناکتر از صدام حسین رو رفته کشته، اینا میان تشکیلاتی یک داره خارج هم تازه میجنگه، مثل بابک خارج رفت جنگید بعد افشین داخل کشته، که ما توی تله مجاهدین غرب عربستان سعودی در این رابطه نبایستی میفتیم. خیلی قوی و مقتدر هستن. من بارد مریم رجبی باید از این که قاسم سلیمانی بذارم پیشگیری کنه، چون احتمال داریم یه روزی این چنین افرادی بتونن گلوله هاشون رو در مرز خامنه‌ای ببرن. حالا من میدونید که میخوام از شهبانو سپاسگزاری بکنم. شهبانو و شاهزاده رضا پهلوی خیلی خردمندانه با این قضیه برخورد کردن، خیلی خردمند. شاهزاده رضا پهلوی صحبت نکرد که آتو دست یک سری در حاصل اوباش نده، همین سه سایبری یاد بگیرین دیگه. از این بعد، از این بعد اگه شما ملعبه دست مجاهدین غرق و یا روحانی ها باند روحانی های اصلاح طلب شدید و یا اونایی که اسماشون مشخصه میشه، آدم مشهور ها، یکی از این هنرمند ها اسمت نمیگم الان، آخر شب دختر خانم رهبر مجاهدین خلق اومد ایشون برد که برای اونها رفت برنامه شو بکن. فلانیا میبینید که شما هم مجاهدان هم روحانی. این بیانیه بسیار زیبا و مفید شهبانو برای پهلوی است که در پاسخ به ترامپ دادن خیلی خردمندان است و سپاسگزار ایشون هستیم که در هنگام های درست تاریخ با میان میگذارن و سخنان خوب برای هفته گذشته مهربان یاران یادروز نهمین سالگرد یادروز شاهزاده جان باخته جان فشان راه آزادی ایران پرنس
علیرضا پهلوی عزیزم بود که با خانمش رها دیده ور میبینید. ایشونا مراسم بسیاری در سرتاسر جهان برگزار شد، از جمله برادرم آقای گوریپور در شهر بن آلمان مثل همه ساله که حضور گسترده ایرانیان نیز رونق داد، مثل هر سال به این برنامه روانت شاد ای مهربان. خیلی خردمندانه که انتقاد کرد با آقای ترامپ ولی زدن ایران و موضعش هم با جمهوری اسلامی مشخص کرد. این رو میگن برخورد سیاستمداران از ترس شماها، شماهایی که این روزها همتون شدین افلاطون، میخواین ببینین رضا پهلوی رو ببینین بهش خط بدین، میخواین ببینین شهبانو رو ببینین، میگم بعضی که درخواست مالی یا پولی یا به فکر آزادی ایران باشید، به فکر این باشید که وقتی که تازی میخواد شما شاد باشید شما هم نباشید. من عشق ایران، میهنم ایران، از اولم تا به امروز با مهر یزدان پاک خودمون رو نفروختیم، سخت‌ترین مشکلاتم برای من آفریدن، فکر نکنید. من آن کوهم که ماندم سر بلند، فکر نکنید من اذیت نکردم. همین الان شما مطمئن باشین، همین فردا یه میبینی فیک نیوز درست میکنن به اسم اکبر تقی نقی. آقا اینجوری هن اینا، این بولتونی که برداشتن قرار بود قاسم سلیمانی رو بکشن بردارن، چون گفتن آقا بولتون، گفت ما بولتون رو برمیداریم شما قاسم سلیمانی، گفتن باشه. ولی خب قول رو ظریف و روحانی و اینا دادن، اومدن خامنه‌ای باز مخالفت کرد که برداره یا بکشدش، چون قسم خورده من میرم مکه و مدینه رو میگیرم، فقط چون قسم خورده من مکه و مدینه رو میگیرم. گفت بود با اسرائیل هم کار ندارم، اسرائیل خودش رو خوب میدونست کشتنش، برنامه‌شون رو گفتن که بکشن، چون تو ایران هم الان مکه و مدینه داره حکومت میکنه. همه آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای یادت رفته همون وقتی قاسم جان بود میاد پیشت ایران شرقی بودی، همه میگفتن این خامنه‌ای مأمور عربستان سعودیه، وهابیه، همه بریم تاریخ نو این مصباح یزدی و دیگران میگفتن، ما که نمیگفتن، اونم میگفتن. خب الان هم چون قسم خورده بود صدام منداخت بود، عربستان سعودی از صدام مقتدرتر بود. حالا این آقای قاسم سلیمانی قاشی برداشته، آنی رم از او برداشته زده قاسم سلیمانی قاآنی، اسماعیل میگه من همون قاآنی هم. به چه مشته این باباش آقا اسماعیل سردار رئیس جدید، پدرش تو کار ساختمان بود، این بچه خیلی پرشور و یک شور و شهری داشت بپریدم، برعکس قاسم که همیشه سر روزی یه اسماعیل خیلی بپرید هوا، اوه سابقش دارم من، مأمور اطلاعاتی، امنیتی، سیاستمدار. ببینیم اسماعیل تا چه حد تو میتونی اونجا بمونی. رضا شاه رو حتی دنیا رو گرفته، فقط به توصیه میکنم مثل پدر بزرگت میرزا حبیب الله شیرازی، از شیراز آمد مشهد، شاعر دربار قاجار بود، دیگه در مشهد هم موندگار شد، اینا شاعر بود، میرزا حبیب الله شیرازی قاآنی شد اختصارش، گنجینه قاآنی اینا رو بخونید متوجه میشید، جن قاآنی اهل شعر و مهر باشی و این نظام رو به نفع ملت ایران شما هایی که میتونید ترتیب شو بدید، شما هایی که میتونید یک بار دیگه ایران اهورایی رو و ایران سربلند رو از چنگال تازیان و از چنگال روحانیون و ستون پنجم ها و دشمنان دیرین ایران اهورایی نجات بدید. سردار سلیمانی، سردار جالبه، اسماعیل قاآنی خوب شروع کنه، میگی قول بده قول انتقام، میگه بابا انتقام خدا باید بگیره، منتقم خداست، یعنی جنگی نمی کنی. این امید بخشه که این نظام سرنگون میشه مهمانی و ایران خراب نمیشه. ایشون رو قولش رو خداوند تبارک و تعالی داده و منتقم اصل خداوند تبارک و تعالی است، حتما کارهای انجام خواهد گرفت. دوستان عزیز با بسا Sous-titrage Société Radio-Canada.